صبحتان بخیر و ساعت سوم برنامه صبح ها زندگی خوش آمدین با ما همراه باشین تا ساعت ده و های دیگر و جالب برنامه صبح زندگی همچنان لذت ببرین در این لحظات میخوایم در رابطه با پروسه انتخاباتی که ما تا, تا چند هفته گذشته در افغانستان شاهدش بودیم میخوایم بحث بکنیم اینکه اشتراک مردم در این پروسه چگونه بوده و چقدر مردم از این پروسه رضایت داشتن و انتخاباتی که وارد شده بر این پروسه برگزاری چگونه بوده و در این لحظات هم مهماندار هستیم فعال سیاسی با ما هست محترم دکتر نوید سرار خوش آمدید میگیم بر شما صبحتان بخیر صبح شما بخیر صبح کسایی که ما شما را تماشا میکنن و مهمان خانه هایشان هستیم بر تک سلام تقدیم میکنم سلامت باشین ممنون از که امروز به زندگی تشریف آوردین و مهمان برنامه ما هستین دکتر نوید سراش می‌خوایم که دیدگاه خودتان را داشته باشیم در رابطه با پروسه انتخاباتی که برگزار شد حضور مردم را در این پروسه شما چگونه بررسی کردین پروسه انتخابات یک پروسه ملی هست پروسه پروسی است که باید همه افغان ها او باید اشتراک بکنن و باید میکردن یک پروسی است که ما میتونیم که سرنوشت خود را خود به دست خود را قم بزنیم بهترین یک دموکراسی رو وقتی که زمانی که ما میگیم تمثیل میکنیم یعنی چی خودتان میخواین که بر خود نماینده یا وکیل را انتخاب بکنین وکیلتان شایسته و توانایی کار داشته باشه از ابعاد مختلف یک نماینده خود را باید شما بررسی بکنین به چی منظور او وکیل را که شما میخواین نماینده بر خود انتخاب بکنین سن سال درست داشته باشه توانایی کار داشته باشه شایستگی داشته باشه دانش مسلکی داشته باشه در پارلمان شما میفهمید که کمیسیون های متفاوتی داریم از قبیل کمیسیون دفاعی داریم کمیسیون امنیتی داریم کمیسیون معرف داریم کمیسیون سیهی داریم و همچو کمیسیون های قضایی داریم کسایی را که ما شما در پارلمان انتخاب می‌کنیم و یا هموطنان عزیز ما و شما و انتخاب میکنن باید اینا توانایی های خاص خود را داشته باشند با. ما چطور میتونیم که در پارلمان کس را انتخاب بکنیم به صفت نماینده خود و او هم یک دکتر باشه یک طبیب باشه امو نقایسی که در بخش صحی کشور موجود داره چطور میتونیم که یک طبیب را میتونه که زودتر تشخیص بکنه و زودتر به او رسیدگی بکنه و او چالش از بین ببره یکی از نمونه های مثال ما برتان میتونم بگویم که ما در کدام ولایت مراکز صحی کمتر داریم در کدام مراکز صحی تکنولوژی ضعیف داریم در کدام ولایت ما کدام ماشینری که مثل سیتیسکن، اسکن یا از این قبیل وسایل تیبی باشه ما کم بود داریم در کجا دکترای ما سطح دانشش پایین است که اینها را ما روان بکنیم برای کورسای کوتاه مدت و یا دراز مدت این را میتونه که یک وکیل باشه که در باره صحت باید بفهمه ما وکیل دیگه هم داشته باشیم که خوب حقوقدان باشه بحب. شما میفهمید که از هر ولایت نظر به تعداد نفوس هر ولایت تعداد وکیلاشان مشخص شده من که از ولایت جوزجان کاندید پارلمان بودم پنج کرسی یا پنج سیت برشان وجود داشت یک بر خانم و چهار بر مردان مردم میتونستن که انتخاب بکنن که کدامش حقوقدان است <applause> کدامش در امنیت بهتر میدانه و میتونه که در پارلمان کارای را انجام بتن که قانون را باید بسازن که همه اقوام کشور باید خود را در او آرام و در آسایش خود را احساس بکنن زمین از ما چالش های را هم داشتیم در این پارلمان که نتونستن مردم به صورت گسترده اشتراک بکنن ما به چند دلیل یکانه دلیش که موضوع امنیت هست دلیل دومی که بسیار پیش مردم بارز هست با هایی که در دور قبل بودن اینا به اندازه کمکاری وجود داشت در پارلمان و نبود حضورشان در پارلمان مردم به نهایت خسته ساخته بودن نامنی ها، عدم رشد اقتصاد متوازن در تمام سطح ولایت ها و معرفی کدرای ولایت ها در جاهای مهم و اینا چالش بود که مردم کم بیباور شدن موضوع دیگهش که بسیار زیاد اهمیت داشت و در تسکرهای میلیشان اینا استیکر در خود تذکره نصب شد شما میفهمین که در شرایط کنونی امنیت روز به روز به وخامت رفته بود و به محضی که ما میرفتیم به طرف برگزاری انتخابات دگاه هم صاحب امنیت تنگتر میشد و دیگه ساحات هم بیشتر نو امن میشد مردم چطور میتونستند که هم برن در پروسی ملی اشتراک بکنن و سوی دیگه هم مخالفین مسلح دولت هم تهدید میکردن به معز کسایی که ما پیدا بکنیم که تشخیص بکنیم که اینا میخوان در پارلمان در پروسی انتخابات اینا اشتراک بکنن و یا شان استیکر نصب شوه ما اینا را مجازات میکنیم ما به صفت یک شهروند میخوایم برای همه ای مردم افغانستان این مهم نیست که کی در کنار دولت قرار داره کی در مخالفت با دولت قرار داره یعنی در صفوف طالبان است طالبان چرا میخوان که صدای خود را با فیر کردن از طریق میل تفنگ خود صدای خود را باید بالا بکنن اینا هم نمایند خود را با میگم به پارلمان معرفی بکنن اینا هم امی کسایی که خود را در پارلمان معرفی میکنن اینا هم نمایندگی از تمام اقوام افغانستان نمایندگی از یک شهر خود میکنن با تمام مردم باید اینو ارتباط داشته باشن کسایی که در صفوف طالبان قرار داره هیچ وقت یک وکیل پارلمان مورد اذیت و یا تهدید امنیتی قرار نتن امرشون باید در تفاهم باشن اونا هم مشکلاتی که خواستهایی که دارن در صورت که مشروع باشن بیاین انتقال بتن امین نماینده های ملت ما شما وکیل های پارلمان نماینده ملت میگیم آیا طالبا ملت نیست؟ خود جز از این مردم است باید اینا روابطی داشته باشند که بتانند صدای طالبان را بر گوش دولت برسانند آقای نوید سرار شمایی که یک فرد کاملا تحصیل کرده هستین افرادی که میان مخالف دولت میستن مخالف منافی حکومت و مردم کار میکنن افرادی که در روزهایی که میان و اعلام آتش بس میکنن ولی رسما میان و مردم ما را قتل عام میکنن تعداد زیاد از هموطنان ما را شهید میکنن اونایی که اصلا قصد نداشتن اونایی که اصلا گناه نداشتن فکر میکنین که هنوز هم باید نماینده های مردم اونایی که خود مردم براشون رای دادن بیاین باید با اینا صلح بکنن با با اینا گفتگو بکنن چرا آیا اینا براشون رای دادن آیا اینا اومدن نماینده انتخاب کردن هیچگاه اینا کار نکردن اینا مردم ملت افغانستان بودن بدون شک بدون شک در کارهای نظامیشان م حرفی ندارم اونا خود تصمیم میگیرن که چیکار بکنن اونا مخالفت با دولت دارن و یا نیروهای خارجی اونا مورد هدف بیشتر قرار میتن و نیروهای امنیتی ما و شما را بیشتر مورد هدف قرار میتن من فقط دیدگاه ما به است که اینا دیدگاه بیخی یک متفاوتر داشته باشن فقط در محض که ما در پروسه های ملی میریم اینا را اینا باید بایکات نکنن اینا را باید تحریم نکنن بگذارن مردم به شکل آزادانه و آگاهانه به طرف انتخابات برن من تا جایی که شاید بودم در محله که ما زندگی میکردم در جوزجان تقریبا یک ماه پیش دولت اینو اختار داده بودن و دولت در زمان باید این قدر توانایی خود را باید بیشتر بسازه که تمام ساحات باید امن بکنه و ما که اینکه طالبا شما میگن که شما مداخله نکنین در کارهای پارلمانی یا یک پروسی ملی کشور مداخله نکنین به که اونها اگر قبول نمیکنن این رد میکنن باید ما چی کار بکنیم دولت چی کار باید بکنه دولت باید از فشار خود از زور خود استفاده بکنه و مراکز باید زیر امنیت خود باید بیاره بر مردم اطمینان خاطر بتن که شما در پروسه های ملی شما آزادان میتونن میتونید که اشتراک گذشته از مردم شما روی بحث طالبا که صحبت کردین گفتین اینا باید و این پروسه خودشان هم بپیوندن بیاین و اگر نماینده دارن نماینده خود رو معرفی کنن با چه اساس باید این کار بکنن؟ مشروعیتش نظر به قوانین افغانستان از کجا هست؟ نه خیر بحث مشروعیت گپ جدایی هست گپی که اگر وقتی طالبا کار هم طالبا چش... هم طالبا, طالبا هم طالبا هم اگر نمیخواین که از خود یک نماینده خود داشته باشن حداقل مداخله نکنن در کارهای ملی کشور مداخله نکنن شما چگونه توقع دارین از یک فردی که مخالف شما هست در کارهای شما مداخله نکنه یک فردی که منافع شما را نمیخواد در کار شما مداخله نکنه و یا منطقا این مسئله میگنجا ما میخوایم که برای ما بگیم که این نماینده مردم هست این وکیل پارلمان نماینده مردم هست و اینا کسایی باشن که نباید وقت که شما جنگ میکنید با دولت جنگ میکنید نه با مردم جنگ میکنن دولت یک یک نهاد هست یک نظام هست که دارای تشکیلات به خصوص خود می باشد تشکیلات واحدای اداری خود را می داشته باشد خیلی خوب آقای نوید سرال که من میتونم تعریف از دولت داشته باشم هر چه ما در افغانستان می بینیم اگر یک فرد ملکی هست نظامی هست کارمند هست هر کسی هست اینجا همگی دولت گفته میشه اگه اینا بیاین با دولت افغانستان مخالفت دارن اینا با مردم ما مخالفت دارن با همین سرزمین ما هم مخالفت دارن ولی اگر اونا مخالفت جدی با حکومت داشته باشن این مسئله جدایی هست اونا باید چند گپی را باید داشته باشن وقتی که شما میخواین که با نمایندای ملت اگر طالبان قرار باشه که در ارتباط باشن یک مقدار نمایندای مردم اینا را باید قناعت بدن در صفوف بالا نمیتونن صفوف بالا شما میفهمید که از طرف کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی اینا بدون شک تمویل میشن ما شما که یک کارمند دولت هستیم با می ماش خود نمیتونیم که زندگی خوب را ما شما داشته باشیم بدون شک اینا در قرا و قصبات که اینا زندگی میکنن بدون کمک های مالی چطور میتونن که اینا کار خود پیش ببرن به هر حالت شینا میتونن که نمایده مردم در سطوح پایانتر از طالب در, در, در بخش های پایانتر که یک مختار برشان ذهنیت سازی بکنه ما به طور مثال میگم که در یکی از ولسولی های جوزجان مثل آخچه